یاران مهربان سلام، باز اومدیم مهمون خونه هاتون شدیم با یه کشک بادمجون خوشمزه و عالی، عطرش که بی نظیره. بریم ببینیم که طعمش چی شده. به به، همچنان داغه. جای همگیتون خالی؟ ببینید هنوز داره بخار. به به، بی نظیره. که خیلی داغه دوستان. من ترجیح دادم تو همین ظرف یه خورده روی کشک بادمجونم رو دیزاین کنم که همچنان داغ بمونه، چون اگه تو ظرف دیگه سرو میکردم در معرض هوا سرد میشد. ولی حسن این دیزی سنگی ها اینه که غذا تا مدت ها داخلش گرم میمونه و از مزه و از دهن به قول قدیمی ها نمیافته. بریم ببینیم که چی از کار در اومده. بسم الله. داغه. دوستانی که تو شهرهای مختلف زندگی میکنید برای مداخله کامنت بنویسید که کشک بادمجون رو چطوری درست میکنید. به هر حال تو هر شهری یه سلیقه‌ای تو پخت و پزها وجود داره، یه چیزی رو کمتر میریزن، یه چیزی رو بیشتر میریزن. چه خوبه که بتونیم از تجربیات همدیگه استفاده کنیم. و اگر موافقید بریم که رسیپی این کشک بادمجون خوشمزه رو با همدیگه ببینیم. همه چی عالی بود و جای شما مثل همیشه کنار ما خالی خالی. امیدوارم که بپزید و نوش جان کنید و لذت ببرید. خب دوستان، میریم که با هم یه کشک بادمجون خوشمزه و راحت درست کنیم که هم برای غذای اصلی و هم به عنوان پیش غذای انتخاب دلچسب و عالیه. بادمجون قلمی داریم و بادمجون دلمه‌ای که ما قلمیش رو واسه کبابی کردن آماده می‌کنیم، چون نسبت به نوع دلمه‌ایش آب کمتری داره و سریع‌تر آماده میشه و میپزه. سر کلاهک بادمجون رو می‌گیریم و چند جاشو با نوک تیز چاقو سوراخ می‌کنیم که بخار ناشی از پختنش خارج بشه و به این صورت اونایی رو که می‌خوایم کبابی کنیم آماده می‌کنیم و می‌ذاریم کنار. اینم از بادمجون دلمه‌ایمون که پوستش رو می‌کنیم. بادمجون دلمه‌ای دونه کمتر و گوشت بیشتری بهمون میده. به همین خاطر برای سرخ کردن از این نوع بادمجون استفاده می‌کنیم. خب اون دوتا بادمجونمون رو هم پوست کندیم و از طول می‌خوایم برشش بدیم. اگر دوست داشته باشید میتونید حلقه حلقش کنید. فقط اینکه برش‌ها حداقل 1.5 تا 2 سانت قطر داشته باشه. به این صورت. توی یک کاسه آب سرد می‌ریزیم و یک قاشق سرپر بهش نمک اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم تا دونه‌های نمک تو آب حل بشه و بعد ورقه‌های بادمجون رو می‌ندازیم داخلش و یه ساعتی بهش زمان می‌دیم تا هم نمکی بشه و همون تلخی احتمالیش گرفته بشه. یه بشقاب هم می‌ذاریم روش تا بادمجونا به خاطر سبک بودنشون نیان روی آب و بمونن زیر آب و نمکی بشن. خب توی فاصله بریم بادمجونای دیگه‌مون رو کبابی کنیم. این کارو میتونید روی منقل و یا حتی داخل فرم انجام بدید. روی توری بادمجونا رو جابجا می‌کنیم مرتب تا همه جاش خوب بپزه و کبابی بشه. و به همین صورت بادمجونای کبابیمون هم آماده کردیم. خب بادمجونای ورقه‌ای رو بعد از یه ساعت گذاشیم داخل آبکش که آب اضافهش بره و روی اون کبابی ها رو هم سلفون کشیدیم تا پوستش نرم بشه که بتونیم راحت پوست بکنیمشون. حالا نوبت پیازاست که خیلی نازک خلالشون میکنیم. با این دستگاه میشه این کار رو انجام داد، چون میشه ضخامت خلال رو تنظیم کرد. به این صورت. کاملا یک دست. و یا اینکه به کمک دستمون و یه چاقوی تیز دقیقاً به همون نازکی که بشه تیغه چاقو رو از اون طرفش دید خلالش میکنیم. و به همین صورت همش رو آماده کردیم تا بلافاصله بریم سر گاز که سرخشون کنیم.
دو تا تابه میذاریم سر گاز که تو یکیش بادمجونا رو میخوایم سرخ کنیم، تو یکی پیازا رو همزمان آماده میکنیم. داخلشون روغن میریزیم. بهتره که روغن سرخ کردن پیاز و بادمجون جدا باشه، چون روغنی که توش بادمجون سرخ میکنیم برای مصارف دیگه استفاده نشه خیلی مناسب تره. پیاز خلال شده رو میریزیم تو یکی از تابه هامون و شعله زیرش رو روشن میکنیم. اینم از ورقه های بادمجون که تو یکی تابه میچینیم که با شعله متوسط رو به پایین همزمان با سرخ شدن بپزه. تو همین حین از هم زدن پیازا هم غافل نمیشیم که بعد از تبخیر شدن آبشون طلایی بشن. بادمجونا رو که یه طرفه سرخ شده برمیگردونیم تا اون طرف دیگه‌ش هم طلایی بشه. پیازامون هم که تو حال خودشون در حال سرخ شدنن. بادمجونای سرخ شده رو میذاریم داخل یه ظرفی که روغن اضافهش خارج بشه و به همین صورت باقیشون هم آماده میکنیم. پیازا هم در حال طلایی شدنه. خب اینم از بادمجونای سرخ شدمون که کارش تمومه. و حالا پیازای طلایی رو می‌ریزیم توی صافی که روغن اضافهش گرفته بشه. خب بریم سراغ بادمجون کبابیا. با احتیاط جوری که گوشتش کنده نشه پوستش رو ازش جدا میکنیم. فقط دقت داشته باشید بعد از اینکه پوست کندیمشون با آب نمیشوریمش چون بیمزه میشه. بادمجونا رو کاردی میکنیم که میتونید با گوشکوب یا له کن این کار رو انجام بدید که اون وقت یه بافت ریش ریش پیدا میکنه. بعد از اینکه یه مقدار کاردیشون کردیم، بادمجونای سرخ شده رو هم بهش اضافه میکنیم تا به همون سرنوشت دوچار بشن. و در نهایت یه همچین بافتی پیدا بکنه، عالیه. دوباره برمیگردیم سر گاز. تو همون تابه که پیاز رو سرخ کردیم یه بطه کوچیک سیر له کرده رو با روغن باقی مونده در حدی که بوی خامیش گرفته بشه و بتونیم عطرش رو احساس بکنیم تفت میدیم. مقدار سیر بستگی به سلیقه و ذائقه خودتون داره. حالا به مقدار مناسب زردچوبه میریزیم. اینم از نعنای خشک به اندازه لازم اضافه و یه تفت مختصر میدیم، اونم با شعله کم که نسوزه. واسه تندیش هم یه مقدار پول بیبر میریزیم که اگر نداشید کمی فلفل قرمز یا فلفل سیاه به سلیقه خودتون اضافه کنید. و حالا بادمجونای کاردی شده رو میریزیم تو تابه و همه رو با همدیگه یه تفت اساسی میدیم. خب حالا وقتشه که به اندازه دلخواه از اون پیاز طلایی شدمون اضافه کنیم. توجه کنی که مقدار سیر و پیاز داغ این غذا کاملا سلیقه‌ایه. فقط نعنا رو زیاد نمی‌ریزیم چون ممکنه کشک بادمجونمون رو یه کوچولو تلخ کنه. ببینید چه بافتی پیدا کرد. در آخر یه لیوان کشک رقیق شده رو که نصفش کشک و نصفش آب جوشیده است به باقی مواد اضافه می‌کنیم و کاملا همه رو با هم می‌زنیم و با شعله کم اجازه میدیم که طعم‌ها به خورد هم بره. آب اضافهش تبخیر بشه و در نهایت یه کشک بادمجون جا افتاده بهمون بده. خب بریم ببینیم که این تو چه خبره. به به، چه رنگ و چه عطری. غذای ما آماده است و حالا وقتشه که مثل همیشه با عشق و انرژی مثبت و لایک های قشنگ و کامنت های پرمهرتون ما رو حمایت کنید.
تپنده باد قلب‌هایی که در هر تپش عشق و مهربانی را بی‌دریغ نثار انسان‌های دیگر می‌کنند. کوچکترین مهربانی و امید دادن به کسی شاید بزرگترین معجزه‌ها را در زندگی او ایجاد کند. پس مهربانی را از یکدیگر دریغ نکنیم و در هر تپش قلب خود به عزیزانمان بگوییم که چقدر دوستشان داریم و بودنشان در زندگیمان اهمیت دارد.